سرخط خبرها. همزمان با انتقاد شدید سناتورهای آمریکایی از محمد بن سلمان، ترکیه برای دو مقام پیشین عربستان در پرونده خاشقچی حکم جلب صادر کرد. دیدار کمیته نظارتی بازار نفت یک روز پیش از نشست اوپک، سقوط قیمت نفت خام و تصمیم قطر برای ترک این سازمان از موضوعات اصلی. همزمان با هشدار سازمان ملل درباره گسترش بی سابقه قحطی در یمن، نمایندگان دولت و حوثی‌ها پس از دو سال در استکهلم مذاکره می‌کنند. و نیمکت رفاقت در مدارس راهی برای مقابله با تنهایی دانش آموزان و بیماری‌های روانی. سلام، عصر شما بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری چهارشنبه 14 آذر 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. دادستان‌های ترکیه برای دو مقام بلندپایه پیشین عربستان و از نزدیکان ولیعهد این کشور حکم جلب صادر کردند. دادستان کل استانبول گفته این دو نفر مظنونند که در طراحی و اجرای قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، دست داشتند. آقای خاشقچی دو ماه پیش در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. دیروز تعدادی از سناتورهای آمریکایی پس از ملاقات با رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA گفتند شکی ندارند که محمد بن سلمان در این قتل نقش داشته. ژیار گل گزارش می‌دهد. قتلی که صدای یک منتقد ولیعهد عربستان سعودی را خاموش کرد، اما آغازی شد برای انتقادات و فشارهای بیشتر. این تصویر دو ماه پیش جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی است که با پای خود به قتلگاهش در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت. امروز یکی از دادستان‌های استانبول خواهان صدور حکم جلب برای دو مقام ارشد پیشین عربستان شد. جنرال احمد اسیری، معاون سابق اطلاعات برون‌مرزی، و سعود قحطانی، مشاور خانواده سلطنتی، هر دو از نزدیکان محمد بن سلمان. دادستان این دو را طراح و عامل قتل جمال خاشقچی معرفی کرده است. اما در آمریکا متحد دیرینه عربستان سعودی صداهای متضاد شنیده می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور میگوید شاید محمد بن سلمان در قتل خاشقچی دست داشته باشد و شاید هم نه. وزیر خارجه آمریکا هم با رئیسش هم عقیده است. هیچ گزارشی وجود نداره که ولیعهد عربستان رو مستقیما به قتل جمال خاشقچی وصل کنه. اما چند تن از سناتورهای با نفوذ آمریکا که دیروز با رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا دیدار کردند، نظر متفاوتی دارند. این سناتورها به نوار صوتی گوش دادند که ترکیه میگوید هنگام قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان ضبط شده است. یکی از آنها این سناتور جمهوری خواه و از متحدان رئیس جمهوری آمریکاست. با زبان کنایه‌آمیز میگوید گرچه دود سلاح دیده نمی‌شود، اما صدای اره واضح است. اشاره به گزارش‌هایی از قطعه کردن جمال خاشقچی با اره برقی. عربستان سعودی 11 نفر را به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقچی را بازداشت کرده، اما رئیس کمیته خارجی صنایع آمریکا هم ولیعهد عربستان را مسئول این قتل می‌داند. شکی ندارم که محمد بن سلمان دستور قتل خاشقچی رو صادر کرده و بر اجرای اون هم نظارت کرده. اون میدونه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اگه بذاریمش مقابل یک هیئت منصفه، در عرض نیم ساعت محکومش می‌کنن. حالا برخی از سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات آمریکا هم صدا شدند. آنان خواهان پایان کمک‌های نظامی آمریکا به عربستان سعودی در جنگ یمن هستند. جنگی که محمد بن سلمان عربستان سعودی را به آن کشاند. ژیار گل، بی بی سی. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید در 11 ماه گذشته بیش از 720 هزار مهاجر افغان ایران را ترک کرده و به افغانستان بازگشتند. این سازمان با استناد به اطلاعات سازمان ملل گفته این مهاجران مدارک اقامتی در ایران نداشتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت دلیل بازگشت این مهاجران افغان را سخت شدن شرایط اقتصادی در ایران دانسته.
منابع محلی در ولایت غزنی در جنوب افغانستان میگویند برای محافظت از بناهای باستانی شهر غزنی 6 کیلومتر دیوار میکشند. گفته شده هدف از این کار مقابله با زمینخواری در اطراف بناهای تاریخی است. هزینه این طرح حدود 400 هزار دلار است که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تامین میکنند. غزنین زمانی یکی از شهرهای شکوهمند منطقه بوده. این شهر در دوران سلطان محمود به عنوان مرکز جهان اسلام شناخته میشد. پلیس در ایتالیا، بلژیک، آلمان و هلند عملیات گسترده‌ای را علیه اعضای مافیای ایتالیا راه انداخته. این عملیات را اداره مبارزه با جنایات فرامرزی اتحادیه اروپا سازماندهی کرده. گروه تحت تعقیب به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، پولشویی، دریافت رشوه و حق السکوت و خشونت متهم شده. یک مقام نزدیک به جنرال دوستو معاون رئیس جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وعده سپرده که به زودی نظام الدین قیصاری رها می شود. آقای قیصاری فرمانده خیزش مردمی و نماینده جنرال دوستوم در ولایت فاریاب در شمال افغانستان حدود 5 ماه پیش به اتهام نقض حقوق بشر بازداشت شد. در همین حال گفته شده موضوع رهایی آقای قیصاری در جلسات مقام‌های بلندپایه دولت هم مطرح شده. ارگ ریاست جمهوری اما میگوید بررسی این پرونده در دست نهادهای عدلی و قضایی است. جنرال دوستوم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان که 1.5 سال پیش با افزایش اختلافاتش با رئیس جمهور اشرف غنی و ترکیه رفته بود، حدود 5 ماه پیش به کابل برگشت. رهایی نظام الدین قیصاری، این فرمانده خیزش مردمی علیه طالبان، از شرایط اصلی او برای بازگشت به افغانستان بود. موضوعی که تا کنون رخ نداده. بشیر احمد تینج، عضو مجلس نمایندگان و سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری جنرال دوستوم، اما میگوید که آقای غنی وعده رهایی قیصاری را داده. ظاهرا رئیس جمهور رد نکرد موضوع را. ما اونا گفت که در چند روز آینده ترتیب کاری برای رهایی از اونا صورت میگیره. ما خیلی امیدوار هستیم که امانند آقای علیپور، امانند آسیب قریشی، اینا هم رها ساخته شوند. منابع در ارگ ریاست جمهوری اما میگویند پرونده آقای قیصاری در نهادهای عدلی و قضایی است و سرنوشت او هم در دست این نهاد هاست، نه رئیس جمهوری. تظاهرات 10 روز پیش در اعتراض به بازداشت یک فرمانده مسلح محلی دیگر، فرمانده علیپور. روز بعد این تظاهرات، این فرمانده به قید ضمانت آزاد شد. نفر سوم این عکس، نوید خانابادی هم که رهبری یک گروه 150 نفری مسلح را بر عهده دارد، هفته گذشته بازداشت شد. نشان دهنده برخورد دولت با گروه‌های مسلح محلی غیر مسئول، اما درگیر با طالبان. پالیسی و طرز العمل قانون‌بندی افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول در جلسه سکتور امنیتی شورای امنیت در پرنسیپ تایید شد. این پالیسی و طرز العمل قرار است که در جلسه عالی شورای امنیت مورد بحث همه جانبه قرار بگیرد و پس از تصویب جلسه عالی شورای امنیت ملی افغانستان مریول اجرا خواهد بود. در حالی که دولت در برخورد با فرماندهان گروه‌های مسلح محلی مصمم به نظر می‌رسد، اما شماری هم این اقدام را سیاسی می‌دانند، به ویژه اینکه برخی از این فرماندهان با طالبان در جنگ هستند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. یک روز پیش از نشست وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، وین پایتخت اتریش میزبان نشست کمیته نظارتی بازار نفت است. کمیته ای متشکل از نمایندگان کشورهای عضو و غیر عضو اوپک که توصیه هایش نقش تعیین کننده ای در تصمیم وزیران نفت اوپک برای ثابت نگه داشتن یا کاهش میزان تولید اوپک دارد. کاهش قابل توجه قیمت نفت خام در 2 ماه گذشته و تصمیم قطر، یکی از قدیمی ترین اعضای اوپک، برای ترک این سازمان، این نشست اوپک را از همیشه حساس تر کرده.
خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از مقر اوپک در وین با ماست. بهرنگ، بسیاری فکر می‌کردند که با کاهش تولید ایران قیمت نفت افزایش پیدا کنه، اما ما شاهد کاهش اون بودیم. اونجا از دید اونا علتش چیه؟ به نظر میاد دلیل اصلی کاهش قیمت نفت یکی کند شدن رشد اقتصاد جهانیه که میتونه تقاضا برای نفت رو بیاره پایین، و یکی دیگه افزایش تولید خیلی از تولید کننده های بزرگ نفت از جمله روسیه و عربستانه. عربستان مثلا بهار امسال روزی حدود 10 میلیون بشکه نفت خام تولید میکرد، اما ماه گذشته میلادی، ماه نوامبر که چند روز پیش تموم شد، طبق خیلی از تخمین ها متوسط تولید روزانش به بالای 11 میلیون بشکه در روز رسیده بود. بعد تولید کننده های دیگه از جمله روسیه و عراق هم این افزایش تولید رو تو همین مدت داشتن. چیزی که از نظر ایران یکی از دلایل اصلی اینه که کشوری مثل قطر بعد از 57 سال تصمیم میگیره از اوپک خارج بشه. حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفته که کمیته نظارتی در بهار امسال به کشورهایی که ظرفیت مازاد تولید نفت داشتن این سیگنال رو داد، این چراغ سبز رو داد که تولیدشون رو بالا ببرن، در صورتی که از نظر آقای کاظم‌پور اردبیلی کمیته نظارتی برای این کار باید اجماع اعضای اوپک و موافقت یه سری کشورهای تولید کننده دیگه که عضو اوپک نیستن، در واقع نظر همه اینها رو هم به نوعی جلب میکرد و این اتفاق نیفتاده و این یکی از دلایلی که شما میبینید که مثلا قطر تصمیم میگیره از اوپک خارج بشه. از نظر آقای کاظم‌پور اردبیلی این در 3 ماه گذشته 9 میلیارد دلار به کشورهای تولید کننده نفت ضرر زده. متشکرم. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از مقر اوپک، عذرخواهی میکنم بابت اینکه تماس ما با بهرنگ مشکل داشت و صداش رو به خوبی نمیتونستیم بشنویم. چه خبر کوتاه. مجلس ایران بخشی از لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را اصلاح کرد. این لایحه حدود 2 ماه پیش در مجلس این کشور تصویب شده بود، اما شورای نگهبانان را نپذیرفته بود. نمایندگان در جلسه امروز بر مصوبه قبلی خود درباره بخشی دیگر از این لایحه تاکید کردند و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. 18 نماینده استان اصفهان در مجلس ایران استعفا کردند. آنها در نامه ای به رئیس مجلس دلیل استعفایشان را حذف پروژه های آبرسانی این استان از بودجه سال آینده عنوان کردند. این نمایندگان همچنین از عملی نشدن وعده حسن روحانی رئیس جمهوری برای احیای زایند رود انتقاد کردند. استان اصفهان 19 نماینده در مجلس دارد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران از منتفی شدن طرح استیضاح وزیر خارجه خبر داده. علیرضا رحیمی به خبرگزاری ایسنا گفته عده‌ای از نمایندگان طرفدار استیضاح امضایشان را پس گرفتند. بحث استیضاح محمد جواد ظریف پس از حرف‌های او درباره وجود پولشویی گسترده در ایران بالا گرفت. به تازگی وزیر کشور ایران گفته سرقت‌های خرد در این کشور بیشتر شده. عبدالرضا رحمانی فضلی افزایش سرقت را با مسائل اقتصادی مرتبط دانسته و اعلام کرده که سرقت‌های خرد در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته. مریم افشان گزارش می‌دهد. اینها تصاویری است که توسط دوربین‌های مداربسته در ایران ثبت شده. این روزها بسیاری یا خود قربانی سرقت‌های مشابه هستند یا یکی از دوستان و آشنایان و اعضای خانواده‌شان تجربه چنین سرقت‌هایی را داشته. سارقان هم بنابر گزارش‌ها و روایت قربانیان بزرگ و کوچک و بیمار و سالخورده نمی‌شناسند. در روزهای گذشته وزیر کشور ایران با اشاره به افزایش سرقت‌ها گفته در برخی از موضوعات مانند سرقت‌های کوچک با افزایش آسیب‌های اجتماعی مواجه بودیم که این مسئله در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته که البته بدون ارتباط با مسائل اقتصادی نیست. پیشتر هم رئیس پلیس تهران گفته بود آمار سرقت خرد افزایش یافته، اما سرقت‌های به عنف مسلحانه و خشن به شدت کاهش پیدا کرده، زیرا پلیس اقدامات گسترده‌ای در این بخش انجام داده و با بررسی آمارها متوجه می‌شویم که شرایط امنیتی جامعه از وضعیت مناسبی برخوردار است. مرکز آمار ایران می‌گوید که در سال 1395 حدود 600 هزار مورد سرقت در ایران انجام گرفته. بر اساس همین آمار 5 سال قبل از آن و در سال 1390 حدود 540 هزار مورد سرقت در ایران ثبت شده.
این آمار نشان می‌دهد در فاصله 5 سال میزان سرقت 7% افزایش داشته. گزارش‌ها می‌گوید که این روزها موبایل قاپی، کیف زنی، باجگیری و زورگیری در شهرهای بزرگ ایران زیاد شده. بسیاری بحران‌های اقتصادی اخیر فقر و بیکاری ناشی از آن و حتی اعتیاد را دلیل اصلی این سرقت‌ها می‌دانند. برخی هم معتقدند نیروی انتظامی و امنیتی به جای آنکه توان خود را صرف مبارزه و برخورد با این سارقان کنند، به دنبال اعمال حجاب اجباری زنان و سرکوب اعتراض‌های مدنی هستند. برنامه خبری بی بی سی را با سرخط خبرهای مهم روز ادامه می‌دهیم. ترکیه برای دو مقام پیشین عربستان در پرونده خاشقچی حکم جلب صادر کرد. کمیته نظارتی بازار نفت یک روز پیش از نشست اوپک برای گفتگو درباره سقوط قیمت نفت خام تشکیل جلسه داد. در ادامه برنامه، هشدار پزشکان هندی درباره شیوع سرطان ریه به دلیل آلودگی شدید هوا. نمایندگان دولت یمن تا ساعت دیگر قرار است برای گفتگو با حوثی‌ها وارد استکهلم پایتخت سوئد شوند. اگر مذاکرات انجام شود، این اولین گفتگوی رو در روی طرفین جنگ در بیش از 2 سال گذشته است. همزمان سازمان ملل هشدار داده که 12 میلیون یمنی در آستانه قحطی قرار دارند. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. جنگ در یمن به مرحله‌ای فرساینده رسیده. نقطه‌ای که آنقدر آسیب به بار آورده که دو طرف بخواهند اگر نه به صلح به ترک محاسمه برسند. حالا هزاران کیلومتر آن سوتر از منازعه، سازمان ملل در سوئد میزبان مذاکرات بین نمایندگان دولت و حوثی هاست. حوثی ها ساعتی پیش از هیئت دولتی وارد استکهلم شدند. مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن هم همزمان با آنها به محل مذاکرات رسید. بعد از 2 سال سرانجام اینجا اولین نقطه است که طرفین برای مذاکره به هم میرسند. تازه ترین تلاش قابل توجه برای پایان دادن به منازعه خونباری که جان هزاران نفر را گرفته، هزاران بی خانمان بر جای گذاشته و حالا به گفته سازمان ملل دست کم 12 میلیون یمنی را در آستانه قحطی قرار داده. امیدها درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات حالا با شاید مهمترین توافق تبادل زندانیان بین دو طرف جدی‌تر شده، هرچند که این اولین توافق از این دست نیست. جنگ یمن 4 سال پیش از اختلافاتی با ریشه های تاریخی و مذهبی آغاز شد. موقعیت ویژه یمن این کشور را به بستری برای منازعه بین قدرت های منطقه ای تبدیل کرد. تازه ترین عرصه جنگ نیابتی بین ایران و عربستان. حالا یکی درگیر دستاندازهای سیاسی اجرای برجام زیر فشار امریکا و دیگری رویارو با پیامدهای کم سابقه رسوایی قتل یک روزنامه‌نگار منتقد دولت. هر دو حالا به نظر خسته از این جنگ نیابتی، از گفتگوهای صلح پشتیبانی کردند. بن‌بست در جنگی که نتیجه جز خسارت به جان و زندگی یمنی ها نداشته شاید اما دری باشد برای رسیدن به صلح در این کشور. این در امروز در استکهلم گشوده خواهد شد. شبنم شعبانی، بی بی سی. یک شهروند بریتانیایی که پیشتر به جرم جاسوسی در امارات زندانی شده بود به بی بی سی گفته که ممکن بود خودکشی کند. متیو هجز، دانشجوی 31 ساله دکترا در امارات، به حبس ابد محکوم شده بود اما هفته پیش آزاد شد. آقای هجز گفته در بازداشت شکنجه روانی شده و بازجوها مجبورش کردند متنی عربی را به عنوان اعتراف به جاسوسی از رو بخواند. برای اولین بار در جهان یک زن برزیلی با استفاده از رحم یک زن مرده که به او پیوند زده بودند صاحب بچه شد. عمل پیوند این رحم که در سال 2016 یعنی 2 سال پیش انجام شد 10 سال طول کشیده. تا به حال 39 پیوند رحم با اهدا کننده زنده انجام شده و 11 کودک هم از این روش به دنیا آمدند. گاهی دوست پیدا کردن در مدرسه برای بعضی از بچه ها سخته. برای همین بعضی از مدارس در ایرلند نیمکت ویژه‌ای به اسم نیمکت دوستی درست کردند. نیمکت هایی با رنگ روشن مخصوص بچه هایی که احساس تنهایی می کنند. از این نیمکت ها نه تنها برای مقابله با قلدری، بلکه برای گفتگو در مورد سلامت روان هم استفاده می شه. گزارش دوگار شب رو با هم ببینیم. This is what's known. این چیزیست که به نام نیمکت دوستی و رفاقت شناخته می شود.
این نیمکت ها مفیدند چون گاهی اوقات بچه ها در زمین بازی احساس تنهایی می کنند و اینها می توانند به این دانش آموزان کمک کنند تا دوستی پیدا کنند. برای کسایی که تنها هستند میشه رفت و بهشون سلام کرد. می تونی اونجا بشینی و منتظر بمونی که یه نفر بیاد و باهات بازی کنه. مدت هاست که چنین نیمکت هایی در خیلی از مدرسه ها بودند، اما در ایرلند می خواهند با آنها کاری کمی متفاوت انجام دهند. این مدرسه در شهر کورک در جنوب ایرلند 247 مدرسه ایرلند است که یکی از نیمکت‌های ویژه دوستی را در محل بازی گذاشته. هدف تنها گذاشتن نیمکت در حیات مدرسه نیست، بلکه روانشناسان ویژه کودک هم با آنها کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌کنند. آنها از این نیمکت‌ها به عنوان فرصتی برای آغاز گفتگو درباره سلامت روان استفاده می‌کنند و درباره اهمیتی که آگاهی از احساس شما برای آنها و دیگران دارد صحبت می‌کنند. فقط گذاشتن یه نیمکت در مدرسه کافی نیست. لازمه که بچه ها بدونن این نیمکت ها برای چی هستن، نماد چی هن. مثلا دوستی، احساس تعلق، گوش کردن به حرفای همدیگه و از همه مهمتر بیان احساسات. اما واقعا بچه ها از این نیمکت ها استفاده می کنند؟ یک تحقیق دانشگاهی مستقل روی آن تمرکز کرده. 40% از بچه ها به ما گفتن که خودشون از این نیمکت ها استفاده می کنند و 90% هم گفتن اگه ببینن کسی روی نیمکت نشسته باهاش حرف می زنن. بنابراین نشانه ای از کمرویی یا برچسب زدن دیده نشده. استیگما. در بسیاری از کشورها سلامت روانی کودکان در مدرسه به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته. در ایرلند امیدوارند این نیمکت‌ها نه تنها مشکل انزوای اجتماعی و قلدری را حل کند، بلکه به نسل آینده اعتماد به نفسی بدهد که با بروز احساساتشان در بزرگسالی از سلامت روانی بیشتری برخوردار شوند. دوگل شا، BBC نیوز، کورک، آیرلند. پزشکان هندی درباره گسترش سرطان ریه هشدار دادند. به گفته آنها آلودگی شدید هوا باعث گسترش این بیماری شده. تحقیقات نشان داده که در 25 سال گذشته شمار مبتلایان در دهلی حدود 50% افزایش داشته و این بیماری در میان جوانان و کسانی که هرگز سیگار نکشیده اند هم شایع شده. اندرو پلانت گزارش می‌دهد. لشکر راننده های تاکسی اقتصاد هند را می گرداند، ولی صاحبان ماشین های سه‌چرخه مثل مانوج کمار بهای سنگینی می پردازند. هر روز 16 ساعت تنفس در هوای به شدت آلوده دهلی معادل کشیدن 20 نخ سیگار است. این وضع برای سلامتی ما خیلی مضره، ولی پول لازم دارم و مشکل اصلی هم همینه. سیگار کشیدن، بی تحرکی و سبک زندگی در احتمال ابتلا به سرطان تأثیر دارند. ولی تحقیقات نشان داده که هوای آلوده با افزایش موارد ابتلا به سرطان نسبت مستقیم دارد. شاخص آلودگی هوای دهلی امروز حدود 300 است که بسیار مضر محسوب می شود. گاهی هوای اینجا از این هم آلوده تر می شود که بسیار خطرناک است. شمار مبتلایان سرطان ریه بیشتر شده، از جمله در میان جوانترها. یک پژوهش نشان داده که سرطان ریه از سال 1988 تا 2012، یعنی طی ربع قرن، حدود 50% بیشتر شده. امروز وضعیت اینطوری شده که وقتی ریه های غیر سیگاری ها را هم بررسی می کنیم، به ندرت ریه سالم و صورتی می بینیم، مخصوصا در اهالی دهلی. Especially in people coming from city of Delhi. That's here. قده ریه آتول جاین را تازه برداشتند. این قده که به اندازه یک توپ گلف است، 3 سال پیش شناسایی شد. او که 41 سال است، هرگز سیگار نکشیده و فکر میکند که آلودگی هوا باعث شده سرطان بگیرد. دکتر به من گفت سرطانم یا به خاطر آلودگی هواست یا سیگار کشیدن، ولی من اصلا سیگار نمیکشم. حتی وقتی بچه‌م سرفه میکنه میترسم که نکنه اونم به خاطر آلودگی هوا سرطان ریه گرفته باشه. سازمان بهداشت جهانی میگوید که 90% مردم دنیا هوای آلوده تنفس میکنن و چنین هوایی هر سال در هند جان بیش از 1 میلیون نفر را میگیرد. پزشکان میگویند دهلی حالا شاهد یک اپیدمی سرطان ریه است و هوای آلوده‌ای که میلیون‌ها نفر امروز تنفس می‌کنند شمار مبتلایان به سرطان ریه را در آینده افزایش خواهد داد. اندرو پلانت، BBC نیوز، این دلهی. این روزها بزرگترین رزمایش ربات‌های نظامی در تاریخ بریتانیا در حال برگزاری است.
در این رزمایش که یک ماه طول می‌کشد، ده‌ها ماشین جنگی کنترل شونده از راه دور از جمله تانک و پهپاد آزمایش می‌شوند. این حرکت در راستای تلاش بریتانیا برای حفظ جایگاهش در صحنه جهانی رقابت تسلیحاتی است. جاناتان بیل خبرنگار امور دفاعی بی بی سی از این رزمایش بازدید کرده. ارتش بریتانیا استفاده از ربات‌های جنگی را می‌آزماید. خودروهای خودسامان انقلاب نظامی آینده را سامان خواهند داد. آنها حالا در بریتانیا آزمایش می‌شوند. این شمه‌ای از جنگ‌های آینده است. خودروی زرهی که معمولاً راننده داره اینجا بدون سرنشین و از راه دور کنترل می‌شود. این اولین خودروی زرهی بدون راننده بریتانیا است. آن را از این جعبه کنترل می‌کنند. این هم اولین ربات بریتانیا است که به مسلسل کنترل شونده از راه دور مجهز است. می توان آن را جلوتر از نیروهای پیاده به خط مقدم نبرد فرستاد. می تونیم اون را جلوی نیروها به منطقه نبرد بفرستیم تا تهدیدها را شناسایی و دفع کنه. اینطوری خطر کمتری متوجه سربازها میشه. قدرت آتشباری در جبهه بالا میره بدون اینکه نفرات بیشتری اعزام بشن. این ربات ها فعلا از راه دور کنترل می شوند، ولی در آینده از هوش مصنوعی برای هدایت آنها استفاده خواهد شد. از آنها می توان در رساندن تدارکات به جبهه جنگ و انتقال مجروحان هم استفاده کرد. ولی کاربرد ربات های جنگی نگرانی اخلاقی هم ایجاد کرده. بریتانیا میگه قصد نداره سلاح های خودمختار مرگبار درست کنه. بعضی اونها رو ربات های قاتل می نامند. ولی با این فناوری انان ربات ها واقعا دست کی خواهد بود؟ انسان یا ماشین؟ فناوری همیشه هست و ما نمیدونیم که از دل اون چه چیزایی بیرون میاد. ولی ما هرگز از خودروهای خودمختار مرگبار که کنترلشون از دست انسان خارج بشه استفاده نخواهیم کرد. گروهی از دانشمندان، فعالان حقوق بشر و برندگان جایزه نوبل میخواهند کاربرد تسلیحات کاملا خودکار ممنوع شود. آنها معتقدند که این فناوری همین حالا هم بیش از حد توسعه یافته. جاناتان بیل، بی بی سی نیوز، سالزبری پلین. گذرنامه امارات متحده عربی در تازه ترین رده‌بندی مؤسسه پاسپورت ایندکس به عنوان قوی ترین گذرنامه جهان شناخته شده. در این فهرست پاسپورت ایران از آخر هشتم شده و افغانستان در قعر جدول است. ملاک این رده‌بندی شمار کشورهایی است که دارندگان یک گذرنامه می توانند بدون ویزا یا با گرفتن ویزای فرودگاهی به آنها سفر کنند. در برنامه امروز از شما می پرسیم این رده‌بندی ها چقدر براتون مهمه و چقدر اونها رو دنبال می کنید. جایگاه کشور خودتون رو در این فهرست ها چطور ارزیابی می کنید؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه ها که الان روی صفحه تلویزیون می بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو می تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshoma. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران و 8:30 به وقت افغانستان. ممنون که با ما هستید.